وضعیتی که شما در ایران میبینید، میدونم که بعد از یکی دو سال به ایران برگشتید، چه تفاوت‌هایی رو حس میکنید در جامعه؟ چه میبینید؟ مشاهداتتون چیه این روزها؟ این روزهای بسیار غم انگیز و ناراحت کننده یه چیزایی که ما میبینیم، واقعا من تصورشم برام خیلی سخت بود که این روزا رو ببینم. واقعا چرا باید یه همچین داغی به یه مادری بخوره و بعد یه همچین اتفاقی پشتش بیفته؟ از اون طرف قضاوت های خودمون رو هم نمیپسندم، قضاوت هایی که دو آتیش است. من تو این روزا تو خیابون بودم، خیلی جاها رفتم با جوانایی که تو وسط خیابون بودن حرف زدم، یه نسل یاقی و بیارمانی که یه خواسته های حداقلی دارن و باید شنید این حرف ها رو. ببینید، با 4 تا پست اینستاگرامی آنتی کردن جوان ها که نمیشه وسط پشت قضیه، که تو تمام جامعه هایی که در واقع دموکراسی هستش خواستای مدنی وجود داره، حکومت بعد از اعتراض مردم میشنوه و مردم صبر میکنن تا گوش کنه. انقدر ما بعضی وقتا تند میریم که اجازه نمیدیم حتی حکومت بشنوشه. وقتی ما به حکومت میگیم ما نمیشنویم. خب آقای علی مردانی، واقعیت این هستش که خیلی ها، آقای علی مردانی، من میدونم که ارتباط ما ارتباط تلفنی هست و شما دیگه شناسانه میکنم خانم، من اصلا بحثم نیست که من میخوام به شما میگم خیلی ها میگن این خواسته نیست، باید چه بکنیم؟ بزرگترها چه بکنن؟ ببین، من میخوام بگم که ما به عنوان بزرگترها این بچه ها تا وقتی جامعه رو دو قطبی کنیم، تا وقتی واسیم جلو همدیگه، تا وقتی یه حال شور علی برامون داره که آقا برداریم حکومت، آقا نمیشه. یه سوریه با اون گندگی باستا ایران پشتش بود، مگه تونستن عوضش کنن؟ آقای علی مردانی، چه کار باید بکنیم؟ یعنی من از شما میپرسم که بزرگترها، کسایی که شما میگید که باید کاری بکنن، چه باید بکنن؟ الان در این اتفاقی که وجود داشت، به نظر من عقلانیت مهمترین چیزیه که وجود داره. الان خیلی از مردم عصبانی ان، حال بدی دارن، در واقع جامعه ملتهبه. این چیزی که من تو کف خیابون تهران میبینم با اون چیزی که داره پروپاگاندا میشه متفاوته. آیا شما از طرف حکومت هیچ تلاشی برای اینکه این مشکل رو حل بکنه دیدید؟ در 78، در 88، در هر بار میده با تراکتور از جلوش رد میشه. خانم، ما پالس مثبت رو نمیگیریم، ما اصلا گوش نمیکنیم. ببینید چه اتفاقی تو کشوری که شما زندگی میکنید، تو انگلیس چه اتفاقی میفته؟ آیا الان شما بخواید براندازی کنید یه سیستم رو، وای میستن که اونجا براندازی بشه؟ خب اینا وای نمیستن، این چیز واقعیه. متوجه مایی علی مردانی، همتون بیاین خیابون، چرا جوون رو میفرستید؟ یه مقدار اجازه بدید منم سوال بعد بکنم از شما. میدونید خانم، متاسفانه این جامعه دو قطبی باعث میشه که برادرکشی اتفاق بیفته، ولی راه جلو هم واسدن مقابل هم ایستادن نیست خانم.